نامه یهودا. از طرف یهودا، غلام عیسی مسیح و برادر یعقوب، به برگزیدگانی که محبوب خدای پدر هستند و در عیسی مسیح محفوظند، رحمت و آرامش و محبت در میان شما روزافزون باد. ای دوستان عزیز، بسیار مشتاق بودم درباره نجاتی که همه ما با هم در آن شریکیم به شما بنویسم، اما ناگهان احساس کردم که باید شما را تشویق کنم تا از ایمانی که خدا یک بار برای همیشه به مقدسین خود عطا کرده است دفاع نمایید، زیرا عده‌ای مخفیانه به میان ما راه یافتند. این اشخاص خدا ناشناس فیض خدای ما را بهانه‌ای برای فساد اخلاق خود قرار می‌دهند و یگان مولا و خداوند ما مسیح را منکر می‌شوند. کتاب مقدس مدت‌ها پیش محکومیت آنها را پیش‌بینی کرده بود و آن امروز واقع شده است. اگر شما این حقیقت را خوب می‌دانید، باز هم می‌خواهم یادآور شوم که خداوند با وجود آنکه قوم اسرائیل را به سلامتی از مصر بیرون آورد، بعدها آن کسانی را که ایمان نداشتند نابود ساخت. همچنین خدا فرشتگانی را که مقام والای خود را حفظ نکردند و مکان اصلی خود را ترک نمودند، در تحت ظلمت و در زنجیرهای ابدی نگاه داشته است تا در روز داوری محکوم شوند. همینطور شهرهای صدوم و غموره و شهرهای مجاور آنها که خود را به زناکاری و انحرافات جنسی تسلیم کردند و اکنون به عنوان عبرت در آتش جاودانی مجازات می شوند. وضع این اشخاص هم امروز همینطور است. رویاها و خوابهایی می بینند که آنها را به آلوده ساختن بدنهایشان وامی دارد. هیچ یک از مراجع قدرت را قبول ندارند و به موجودات سماوی اهانت می کنند، در حالتی که حتی میکائیل رئیس فرشتگان وقتی بر سر نعش موسی با ابلیس مجادله می کرد، جرأت نداشت او را با اهانت محکوم سازد، بلکه فقط گفت خداوند تو را ملامت کند. ولی این اشخاص امروز با آنچه که نمی فهمند اهانت می کنند و آن چیزهایی که آنها مثل حیوانات از روی غریزه درک می کنند، چیزهایی است که باعث هلاکت آنها می شود. وای به حال آنها، زیرا همان راهی را در پیش گرفتند که قائن پیمود و مانند بلعام برای سود خود راه غلط را دنبال کردند و مانند قوره که علیه موسی طغیان کرد، یاغی شده و از بین رفتند. اینها مجالس انس شما را آلوده می سازند، زیرا با بیشرمی می خورند و می نوشند و فقط در فکر خود هستند. آنها ابرهای بیبارانی هستند که از برابر باد رانده می شوند، درختانی هستند که در هیچ فصلی میوه نمی دهند و از ریشه کنده شده و کاملا مردند. آنها مانند امواج متلاطم دریا هستند و اعمال شرم‌آورشان مانند کفهای کثیفی ظاهر می شود و مانند ستارگان سرگردانی هستند که تاریکی دوزخ تا به ابد در انتظار آنهاست. خنوخ که نسل هفتم بعد از آدم بود، پیشگویی کرده گفت ببینید، خداوند با ده‌ها هزار نفر از مقدسین خود می آید تا بر همه آدمیان داوری کند و انسانهای شریری را که از روی شرارت دست به اعمال شریرانه زدن و همه سخنان سختی که گناهکاران خدا ناشناس بر ضد خدا گفتند محکوم سازد. این اشخاص همیشه قرقر و شکایت کرده و از شهوات خیش پیروی می نمایند. کلمات زیبا و گزاف از دهانشان جاری است و برای سود و منفعت خود از دیگران تعریف می کنند. و اما شما ای عزیزان، باید سخنانی را که رسولان خداوند ما عیسی مسیح گفتند به یاد داشته باشید، زیرا آنها به شما گفته بودند که در ایام آخر افرادی می آیند که شما و ایمانتان را مسخره خواهند کرد و فقط از شهوات شریرانه خود پیروی خواهند نمود.
ایشان مردمانی نفسانی هستند که تفرقه می اندازند و از روح خدا محرومند. ای عزیزان، شما باید در ایمان بسیار مقدستان ثابت باشید و در آن پیشرفت کنید. با هدایت روح القدس دعا نمایید و شما که منتظر خداوند ما عیسی مسیح هستید تا او در رحمت خود حیات جاویدان به شما عنایت فرماید، خود را در محبت خدا نگاه دارید. نسبت به آنها که شک و تردید دارند دلسوز باشید. کسانی را که به آتش افتادند بیرون آورید و نجات بخشید. نسبت به دیگران هم دلسوز باشید و هم از آنان بترسید، اما حتی از لباسهایشان که با شهوات گناه آلوده شده است متنفر باشید. اکنون بران کسی که قادر است شما را از لغزش نگاه دارد و شما را بی عیب و شادمان در پیشگاه جلالش قرار دهد، یعنی بر خدای یکتا که به وسیله عیسی مسیح خداوند ما، ما را نجات داده است، جلال و عظمت، قوت و قدرت باد، از ازل تا به امروز و از امروز تا به ابد. آمین.